سلام به همه دوستان، به کانال فیلم باز خوش اومدین. امروز طبق روال هر ماه قرار بریم سراغ معرفی مورد انتظار ترین فیلم ها و سریال هایی که قرار ماه بعدی یعنی تیر ماه منتشر بشن. اولش بهتون فیلم ها رو معرفی میکنم، بعدش هم میریم سراغ سریال، در آخر هم یه نگاهی میندازیم به گیشه تا ببینیم فیلم هایی که ماه قبلی بهتون معرفی کردم چه عملکردی رو توی گیشه داشتن. این ماه یه ویژگی داره، این که مثل هر تابستون فیلم زیاد قرار بیاد، مخصوصا اکشن و کمدی، ولی سریال کم قرار منتشر بشه، که حالا جلوتر همه اینا رو بررسی میکنیم. برای گفتن زیاده، بدون تلف کردن وقت بریم سراغ کارو. دو تا فیلم اولی که قرار بهتون معرفی کنم هر جفتشون تو همین جشنواره کن اکران شدن و مورد استقبال قرار گرفتن. اولیشون میشه فیلم Kinds of Kindness یا نوعی مهربانی، که میشه فیلم جدید یورگس لانتیموس، کارگردان فیلم Poor Things، که ممکنه از همین کارگردان قدیم فیلمایی مثل گوزن مقدس یا لابستر رو دیده باشید. تو این فیلم هم مثل فیلمای قدیمی این کارگردان اما استون بازی میکنه، بازیگرای دیگه‌ای مثل جسی پلمنز و ویلم دفاع هم حضور دارن. این فیلم هم مثل کارهای قدیمی این کارگردان خلاقانه است. اولا که ژانرش پوچگرایانه است و آنتولوژیه. قسمت عجیبش هم اینجاست. کلمه آنتولوژی رو ممکنه برای سریال شنیده باشید، یعنی سریالهایی که هر اپیزودش داستانش فرق داره با اپیزود بعدیش. حالا این فیلم آنتولوژیه. یعنی چی؟ یعنی از سه داستان مختلف تشکیل شده که این داستان‌ها به همدیگه ربط دارن و جالبش اینجاست که بازیگرهای هر سه داستان یکسانن. یکی از داستان‌ها یه نفر میخواد از شر رئیسش خلاص شه، یکی دیگه داستان یه افسر پلیس رو تعریف می‌کنه که همسرش یه مدت گم شده بوده و حالا برگشته و رفتاراش عجیب غریب شده، و داستان سوم در رابطه با یک زنیه که مأمور میشه یه نفر رو پیدا کنه که توانایی رهبر معنوی شدن داره. نکته اینجاست که همه این داستان‌ها حول محور سرنوشت و انتخاب آزاد بشره. همه‌شون هم یه ویژگی دارن، اینه که حول محور مهربانی، مواد مخدر و شهوتن. این فیلم هم مثل فیلم Poor Things به خاطر صحنه‌های زننده، همینجور خشونت زیاد و سکانس‌های جنسی و برهنگی خیلی زیاد رده سنی بزرگسالان رو گرفته. این فیلم وقتی که توی جشنواره کن اکران شد 5 دقیقه ایستاده تشویق شد و تونست جایزه بهترین بازیگر مرد رو هم برنده بشه. از راتن هم نمره 78 و از متو هم نمره 71 رو گرفت و قرار خیلی زود، یعنی 21 جون یا همون 1 تیر ماه اکران عمومی بشه و بعد از 45 روز قرار از استریم ها پخش بشه. اون موقع میتونیم کیفیت خوبش رو دانلود کنیم و ببینیم. اون یکی فیلمی که توی جشنواره کن اکران شد یه فیلم وسترنه که کوین کاستنر توش بازی میکنه، که این بازیگر تخصصش ژانر وسترنه، بازیگر فیلم رقصنده با گرگ. اسم فیلمش از هورایزن یا همون چشمانداز، اسم این قسمتش هست حماسه آمریکایی. نکته اینجاست که کوین کاستنر تو این فیلم نه تنها بازی کرده، بلکه نویسنده، تهیه کننده و کارگردانشه. مدت زمان فیلمش هم 3 ساعته و این میشه قسمت اول از 4 فیلمی که در رابطه با این داستان قرار ساخته بشه. کوین کاستنر هم ستای اول رو ساخته و تمام بودجه رو هم از جیب داده، که میشه 100 میلیون دلار. قسمت 4 مونده چون پول کوین کاستنر تموم شده و میخوان هزینه ساخت قسمت 4 رو از فروش 3 شماره اول به دست بیارن. یعنی اگر 3 شماره اول فروش نکنه، نه تنها قسمت 4 دیگه در کار نیست، بلکه کوین کاستنر هم ورشکسته میشه. داستان فیلم در رابطه با مردم آمریکاست. از 15 سال قبل از جنگ داخلی آمریکا فیلم شروع میشه تا 15 سال بعدش، یعنی 30 سال قرار داستان تعریف بشه، که بعد از این جنگ بود که اصلا آمریکا خاکش گسترش پیدا کرد، صنعتی شد و شد این چیزی که ما امروز داریم میبینیم. واکنشا به این فیلم متفاوت بود. بعضی از منتقدین این فیلم رو دوست داشتن، بعضی دیگه از فیلم خوششون نیومد. دلیل اینکه بعضی از منتقدین فیلم رو دوست نداشتن به خاطر این بود که میگفتن داستان قسمت اول خیلی متصل به قسمت بعدی و فیلم یهو نصف کاره تموم میشه، و به خاطر همین موضوع هم این فیلم از متا نمره ضعیف 52 و از راتن هم نمره 43 رو گرفت. این فیلم قراره 28 جون یا همون 8 تیر ماه اکران بشه. قسمت دومش هم قراره 16 آگوست یا 26 مرداد ماه اکران بشه. I will take from you until you are wiped clean from this land. ستافین بعدی که قرار معرفی کنم اکشنن، که کاملا هم طبیعیه، همیشه ابتدای تابستون فیلم‌های اکشن تعدادشون زیاد میشه. اولش میشه فیلم موتور سواران که بازیگرای خیلی خوبی داره، مثل تام هاردی و آستین باتلر و جودی کامر. جف نیکولز کارگردان این فیلمه، که ممکنه قدیم ازش فیلم ماد رو دیده باشید. داستان فیلمش هم تخیلیه و از روی کتاب مصور الهام گرفته شده. در رابطه با یه باشگاه موتور سواریه که تو دهه 60 آمریکا وجود داشته. یکی از اعضای این باشگاه عاشق دختری میشه که جودی کامر نقشش رو بازی میکنه.
میکنه. حالا رئیس این باشگاه موتور سواری به این پسر میگه بین عشقش یا بودن تو این دسته خلافکاری و گنگستری یکی رو باید انتخاب کنه. فیلم موتور سواران در واقع قرار بود پارسال اکران بشه، حتی برای منتقدین هم اکران شد، ولی به خاطر اعتصاب بازیگرا و نویسنده ها اکرانش توی تابستون پارسال لغو شد و چون شرکت دیزنی دید این فیلم داره بهش ضرر میزنه کلا فروختش به یونیورسال. همون پارسال هم از راتن نمره 85 و از متا نمره 72 رو گرفت و قراره توی 21 جون یا همون اول تیر ماه اکران بشه. اون یکی فیلم اکشنی که میخوام براتون معرفی کنم خیلی ساختار کلیشه‌ای داره، در ژانر بقاه. اسم فیلم از تویستر یا همون گردباد که میشه دنباله یه فیلم کلاسیک و خاطره‌انگیز که سال 1996 اکران شده بود. تو اون سالها اینجور فیلم‌ها خیلی طرفدار داشتن. گلن پال توی فیلم بازی میکنه و ایزاک چانگ فیلم رو کارگردانی کرده، کسی که ممکنه فیلم بسیار تحسین شده میناری رو ازش به خاطر داشته باشید. داستان فیلمش اینجوریه که یه گروهی هستن که کارشون اینه که میرن تو دل گردبادها، بعد از این کارشون فیلم میگیرن تو شبکه‌های اجتماعی پخش میکنن و درآمدزایی میکنن از این کارشون. حالا این وسط داستان یه دختری رو قرار ببینیم که وقتی داشته این کارو انجام میده یه حادثه براش اتفاق میفته و برای یه مدت از این داستانها فاصله میگیره. حالا بعد یه مدت یه جوان دیگه میاد سراغش که این ستاره فضای مجازیه. حالا میخواد با کمک این دختر به گردباد خیلی بزرگ نزدیک بشه که این کار براش گرون تمام میشه. این فیلم قراره 19 جولای یا همون 29 تیر ماه اکران بشه. اون یکی فیلم اکشنی که میخوام بهتون معرفی کنم اسمش از بیورلی هیلز کاپ که میشه قسمت 4 سری فیلم‌های بیورلی هیلز که احتمالاً فیلم‌ها رو دیدید. ادی مورفی ستاره این فیلم‌ها بود که تو دهه 70 و 80 سه قسمت اولش اکران شدن. شماره قبلش اگه دیده باشید در اتاق پلیس خیابونیه که خیلی هم شوخ‌طبعه. ویژگی داستان‌های فیلم‌هاش هم اینجوریه که اتفاقات یه جوری میافتن که این پلیس مجبور میشه خودش به تنهایی دست به کار بشه و مسئله رو حل کنه. حالا ساخت ادامه این فیلم‌ها رو کلاً نتفلیکس خریده و قسمت 4 رو قراره بسازه. بعد از 30 سالم دوباره ادی مورفی رو بعداشن آوردن. داستان در رابطه با همون پلیس قدیمیه که حالا یه عده خلافکار دخترش رو تهدید به مرگ کردن و این پلیس هم به تنهایی میخواد دست به کار بشه و ریشه فساد رو بکنه. این فیلم قراره 13 تیر ماه از نتفلیکس منتشر بشه، ما همون موقع میتونیم دانلود کنیم و کیفیت خوش رو ببینیم. شماره بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم انیمیشنه و این میشه تنها انیمیشنی که توی تیر ماه قراره بیاد. دلیلش هم کاملا مشخصه، به خاطر اینکه کی جرئت داره با این سایت اوت 2 رقابت بکنه. گیشه الان توی مشت این سایت اوت 2 و تا آخر تابستون هم قراره روی اکران بمونه. برای همین تمام شرکت‌های فیلمسازی اکران انیمیشن هاشون رو به تاخیر انداختن الا انیمیشن من نفرت انگیز 4 که قراره توی گیشه با این سایت اوت 2 رقابت کنه. توی این شماره هم مثل شماره‌های قبلی استیو کارل صدا پیش از سوفیا ورگارا هم توی این قسمت حضور داره. کسی که شماره‌های قبلی این انیمیشن رو کارگردانی کرده این شماره رو هم ساخته. داستان این قسمت هم دوباره در اتو شخصیت گروه در حالی که دیگه یه زندگی ساده برای خودش رو انداخته. این شرارت و خلافکار رو گوشه کنار، تازگی ها حتی پدر شده. قصد داره زندگیش همینجوری در آرامش پیش بره تا اینکه یه دشمن جدید پیدا میکنه که این دشمن میخواد گروه رو از بین ببره. جالبش اینجاست که ساخت این انیمیشن از سال 2017 شروع شده بود و تا سال 2023 ساختش طول کشیده. این انیمیشن تا اینجای کار متاسفانه نمره پایین 50 رو گرفته و قرار در تاریخ 3 جولای یا همون 13 تیر ماه اکران عمومی بشه. سه تا فیلم بعدی که قرار معرفی کنم تو ژانر ترسناکن، البته هر کدومشون با شماره قبلی فرق داره. اولیش میشه یه اسپیناف از سری فیلمای اکوایت پلیس که بیشتر از اینکه بهش بگیم ترسناک باید بگیم دلهره‌آور. بازیگرای این شماره با بازیگرای شماره‌های قبلی متفاوته. کارگردان و نویسنده فیلمم تغییر کرده. دیگه این شماره رو کسی کارگردانی کرده که ممکنه قدیم ازش فیلم خوک رو دیده باشید. همون فیلمی که نیکولاس کیج توش بازی می‌کرد. جان کرازینسکی فیلمای قبلی رو کارگردانی کرده بود ولی تو اینکه شماره فقط ناظر و تهیه کننده این فیلمه. داستانش هم در اوتار روز اولیه که این فضایی‌ها به زمین حمله کردن و قرار بیشتر در اوتار این موجودات فضایی اطلاعات به دست بیاریم که اینا بالاخره از کجا اومده. و ما داستان زنی رو می‌بینیم که باید توی شهر پر سر و صدای نیویورک از دست این فضایی‌های حساس به صدا فرار کنه. این فیلم قراره 27 جون یا همون 7 تیر ماه توی سینماها اکران بشه. فیلم ترسناک بعدی که می‌خوام بهتون معرفی کنم در ژانر اسلشره، یعنی از اینا که با چاقو درود هم می‌کشن بیرون. اسم فیلمش است مکسین که میشه قسمت سوم سری فیلم‌های ایکس. قسمت دومش اسمش بود پرل و حالا قرار قسمت سومش رو ببینیم. توی فیلم هم مثل شماره قبلی میاگاس نقش اصلی رو بازی میکنه، هازی و الیزابت دبیکی و کوین بیکن هم حضور دارن. داستان فیلم بشم حول محور شخصیت مکسین میگرده. این شخصیت دنبال اینه که بازیگر بشه ولی تو مسیر بازیگر شدنش یه نفر از گذشتهش پیدا میشه و کل شهر رو تبدیل میکنه به حمام خون. این فیلم هم مثل شماره قبلیش طبیعتاً ساخته کمپانی A24 که این شرکت ژانر ترسناک مخصوص خودشو داره و
این فیلم قراره 3 جولای برابر با 13 تیر ماه اکران بشه. سومین فیلم ترسناکی که قراره بهتون معرفی کنم در ژانر معمای جناییه. اسمش از لنگ دراز و تو این فیلم نیکولاس کیج بازی میکنه. اوور پرکینز فیلم رو کارگردانی کرده، کسی که ممکنه قدیم ازش فیلم هنسل اند گرتل رو دیده باشید. داستان فیلمش هم در رابطه با یه زنیه که مامور FBIه که مامور شده که یه پرونده قتل زنجیره‌ای رو حل بکنه. تو این وسط هرچی بیشتر تحقیقات میکنه و اطلاعات بیشتری رو کشف میکنه، شک میکنه که نکنه من ازن قاتل رو میشناسم. این فیلم برای منتقدین که اکران شد از راتن نمره 100 رو گرفت و قراره 12 جولای هم یعنی 22 تیر توی سینماها اکران بشه. سه تا فیلم آخری که میخوام بهتون معرفی کنم معرفی کوتاهن و همشون هم فیلم‌های کمدین که این شگرد شرکت‌های فیلمسازیه. ابتدای تابستون بازیگرای خوب رو میارن که فیلم کمدی بازی کنن، فیلم‌هایی که بودجه‌های پایین دارن. اولین فیلم تو این ژانر میشه فیلم با من به ماه پرواز کن که احساس میکنید ژانرش عاشقانه است دیگه، ولی نه جدا قراره به ماه پرواز کنن. تو این فیلم اسکارلت جوانسن و چنینگ تیتم بازی میکنن. وودی هارلسون هم تو فیلم هست. کسی این فیلم رو کارگردانی کرده که ممکنه قدیم ازش سریال یورو دیده باشید. این فیلم محصول استریم اپل تیویه و اینجور که خودشون ادعا میکنن داستانش در رابطه با واقعیته. داستانش هم در رابطه با یک گروهیه که دولت آمریکا استخدامشون کرده که همزمان با ناسا قرار کارشون شروع کنن. ناسا قراره شاتل رو بفرسته روی ماه. این گروه دوم کارشون اینه که یه فیلم تقلبی بسازن که اگه ناسا تو کارش موفق نبود اینا این فیلمو منتشر کنن، بگن که ما تونستیم بریم ماه و اینجوری توی رقابت با شوروی کم نیارن. این فیلم قراره 12 جولای یا همون 22 مرداد ماه اکران بشه. خیلی هم کم روی اکران میمونه، یکی دو هفته بعدش هم از استریم اپل تیوی پخش میشه. اون یکی فیلم کمدی اسمش هست فامیلی افر یا همون خیانت خانوادگی که محصول نتفلیکسه. زک افران و نیکول کیدمن توی فیلم بازی میکنن. داستانش هم در رابطه با یه دختریه که عاشق رئیسش شده ولی نمیره بهش ابراز علاقه کنه، هی دست دست میکنه تا اینکه رئیس با مامان دختره وارد رابطه میشه. این فیلم قراره 28 جون یا 8 تیر ماه از نتفلیکس منتشر بشه. ما همون موقع میتونیم کیفیت خوبش رو دانلود کنیم و ببینیم. سومین فیلم کمدی هم که قراره بهتون معرفی کنم اکشن کمدیه. اسم فیلمش از مای اسپای که میشه دقیقاً دنباله قسمت قبلیش که سال 2020 اومده بود. اون فیلم تقریباً موفق بود، خیلی فیلم موفقی نبودش. تو این شماره هم مثل شماره قبلی دیو باتیستا بازی میکنه، جایی که این مامور CIA با دخترش که اسمش سوفیه میرن یه اردو مدرسه، میرن واتیکان توی کشور ایتالیا که اونجا یه حادثه تروریستی اتفاق میفته و حالا این مامور CIA تصمیم میگیره به شکل سرخود بره و جلوی تروریستا رو بگیره. این فیلم قراره 18 جولای یا 28 تیر از آمازون پرایم منتشر بشه. ما همون موقع میتونیم کیفیت خوبش رو دانلود کنیم و ببینیم. خب فیلم دیگه بس، بهتر بریم سراغ سریال. قبلش بذارید بهتون بگم که چه فیلمای کیفیت خوبشون قرار این ماه بیاد. فیلم فیوریوسا که میشه پیش درآمد مد مکس قراره 5 تیر ماه یا 25 جون کیفیت خوبش منتشر بشه. همین که انیمه به شدت مورد انتظاره پسرک و مرغ ماهیخوار به کارگردانی هایاو میازاکی بالاخره بعد از 1 قراره 25 جون یا همون 5 تیر ماه منتشر بشه. این انیمه دقیقاً 1 رو اکران بود و 305 میلیون دلار سراسر جهان فروخت و شدش 5 انیمه پرفروش تاریخ. قسمت جدید سیاره میمون ها هم قراره 4 تیر ماه یا 24 جون از استریم ها پخش بشه. البته این فیلم خیلی فروش خوبی داشت و ممکنه که این تاریخ به تعویق بیفته تا بیشتر رو پرده نگه دارن تا فروش بیشتری هم بکنن. اما بریم سراغ سریال هایی که قراره توی تیر ماه منتشر بشه. اتفاقی که افتاده اینه که این ماه سریالی که فصل اولش بخواد تازه منتشر بشه نداریم، چون طبیعتاً هیچ کس جرئت نکرده با سریال خاندان اژدها رقابت بکنه. حتی سریال ارباب حلقه ها هم که 2 پیش جرئت کرد و با خاندان اژدها رقابت کردش، این یکی سال دیگه این کارو نکرد و دقیقاً تاریخ انتشارش رو گذاشت بعد از تموم شدن سریال خاندان اژدها. حالا توی ماه تیر قرار فصل سوم سریال دبر بیاد. همه قسمتاش یه جا با هم 27 جون یا همون 7 تیر ماه منتشر میشه. فصل ششم و آخریه سریال کوبرا کای هم توی این ماه میاد ولی توی 3 بخش. بخش اولش 21 جون یا همون 1 تیر ماه منتشر میشه. بقیه قسمتاش هم تو پاییز و زمستون میاد. فصل آخر سریال وایکینگ وال حالا هم قرار همه قسمتاش یه جا با هم 11 جولای یا همون 22 تیر ماه از نتفلیکس پخش بشه. فصل آخری سریال استوپیرسر یا همون برف شکن هم قراره 21 جولای یا همون 31 تیر پخش شروع بشه. توی این ماه فقط یک دونه سریال فصل جدیدش میاد که اونم مینی سریاله، خیلی هم مورد انتظار نیست. اسمش است آنهایی که در آستانه مرگند. توی مینی سریال آنتونی هاپکینز بازی میکنه به همراه ایوان ریان یا همون رمزی بولتون خودمون توی بازی تاج و تخت. سریال از روی کتاب تاریخی دقیقاً به همین نام اقتباس شده. داستانش در رابطه یه حکومت
روایت فاسد، یک روایت داستانی پیچیده داره و گره خورده اتفاقات با مبارزات گلادیاتورها در روم باستان. داستانش در رابطه با امپراتور روم که تجارت برده همینجور مبارزه گلادیاتورها رو گسترش میده تا سر مردم روم رو گرم بکنه به اینجور سرگرمی‌های فاسد. رولند امریش سریال رو ساخته، کسی که اسم بزرگی داره به خاطر اینکه پروژه‌های سینمایی خیلی بزرگ رو تونسته مدیریت کنه، مثل مثلا فیلم 2012 رو تو کارنامه‌اش ساخته. کلا تخصصش توی ساخت فیلم‌های آخرالزمانیه، ولی فیلم‌هاش نمره‌های خیلی ضعیف می‌گیرن. این سریال قراره همه قسمتاش یه جا با هم 18 جولای برابر با 28 تیر از استریم پیکاک پخش بشه و شما میتونید هم موقع دانلود کنید و ببینید. در آخر هم بهتر بریم سراغ گیشه. فروش بر اساس ماه خرداد و گیشه آمریکاست، ولی برای هر فیلم فروششون رو تو کل جهان هم میگم. رتبه پنجم جدول فروش شد فیلم پادشاهی سیاره میمون‌ها که موفق شد توی ماه خرداد هم 46 میلیون دلار دیگه هم بفروشه. این فیلم بیشتر از یک ماه که اکران شده و توی کل جهان موفق شده 376 میلیون دلار فروش داشته باشه. رتبه چهارم رسید به لایو اکشن ایف که موفق شد 56 میلیون دلار دیگه هم بفروشه و توی مدتی که اکران شده در مجموع تو کل جهان 174 میلیون دلار فروش کرده. رتبه سوم رسید به انیمیشن گارفیلد که فروشش خیلی بیشتر از انتظارات بود. موفق شد توی ماه خرداد 74 میلیون دلار بفروشه و مجموع فروشش رو توی کل جهان به عدد 218 میلیون دلار برسونه. رتبه دوم رسید به فیلم بدبوی 4 که این فیلم هم خیلی خوب ظاهر شد. همه فکر می‌کردن به شکست تجاری تبدیل میشه، ولی توی آمریکا 116 میلیون دلار و در جهان 219 میلیون دلار فروش کرد. و رتبه اول هم طبیعتاً رسید به انیمیشن اینساید اوت 2 که فروش فوق‌العاده‌ای داشت توی آمریکا 177 میلیون دلار و در گیشه جهانی رکورد شکست، شدش پرفروش‌ترین افتتاحیه تاریخ انیمیشن سازی. این انیمیشن که تازه 4-5 روز اکران شده توی جهان موفق شد 334 میلیون دلار فروش بکنه. خب دوستان، اینم از ویدیوی این ماه. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید یادتون نره که لایکش کنید و تا ماه بعدی خدا نگهدار.